صدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. بمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. عمل به محتوای نو انقلابی بودن در اون زمان از ما یاد بکنید و بگویید که یک فردی بود که بسیار به منافع ملی، مصالح کشور اهمیت میداد، مبانی فکریش طوری بود بسیار وطن دوستانه، چون وطن پرستانه که اشتباه شد، خدا پرستی فقط صحیحه، بسیار دوست وطن دوستانه و اینها بود، با هیچکی هم نه تعارفی داشت و فلان و اینها، مسئول پیش خدا این برا حق گویی، ما که منفعتی نبردیم، که ما که نه به جایی وابسته ایم، نه به کسی، نه پولی میگیریم، نه حقوقی، نه یه بیمه تامین اجتماعی از این حکومت و نظام داریم و اینها، عهد و خوت هم با کسی نبستیم. اسلام، خدا، حق و حقیقت، مشترکات انسانی، اینو برای ما مبانیه. خودمون اهل تحلیلیم، اهل استنباطیم، اهل خروجی مبانی فکری بودن داشتن هستیم و
بله، امیر راستی یاد بله ها افتادم، بله ها رو خیلی میپسندیدی. خب جناب دکتر یگانگی تو تشریف میارم بالا، حاج محمد مهندس هم حتی اومدم و شما خیلی میپسندید این بله ها رو. سلام علیکم. سلام علیکم جناب دکتر، تو این فضای هوای سرد این شبها من از این باب چای نبات میخورم چون گرمی محسوب میشه، نبات گرمه. شما بفرمایید به چه مقدار باید استفاده کرد؟ مثلا زیاده رویش چطوریه؟ نبات ضرر داره؟ اجازتون، تو طب ما اصلا سرد یا گرمی جایی نداره. یعنی الان مثلا تو این هوا و اینا اگه کسی هی بستنی بخوره اینا هیچی نیست؟ نه، اون که شما سرما وارد بدنتون کردین توسط چایی هم گرما وارد بدنتون کردین، ولی سردی و گرمی یه مپس دیگه یه، اونم خودش یه مکتب پزشکیه. باز دوباره بستنی سرد بودنش نبود، دمای سرد داشته باشه، سردی بودنش بود. سرد نیست بستنی، منظورم این بودش. یعنی نه شکرش سرده، نه شیرش سرده، بنابراین سرد نیست، فقط دمای سرده. شیر، یعنی شیر گاو گرمی محسوب میشه؟ من اصلا به این مکتب معتقد نیستم، ولی نه گرم حساب میشه نه سرد، اونجوری که مریضامون به ما یاد دادن. حالا یه مثال بزنم که بچه ها ایراد میگیرن میگن پیچیده است، ولی من فکر میکنم دارن اذیت میکنن، اصلا صحبت های من پیچیده نیست. حالا یه مثال بزنم که چرا سردی گرمی اشتباهه. یه مثال ساده است، کسانی که بیماری قند میگیرن ادرارشون زیاد میشه، یعنی شب مثلا دو سه بار باید بلندشن برن دستشویی. از نظر طب سردی گرمی اینا سردیشون شده، چون ادرار وقتی زیاد میشه یعنی آدم سردی شده، در صورتی که وقت دنبالش که بگردن ببینن بیماری قند دارن، بیماری قند یک گرمی حساب میشه تو بدن. یعنی پس آخه آقای دکتر جسارتا این نظر خودشونه، یعنی آقای امیرو از افراد شخصیم شما بفرمایید. الان پینگ کردم ایشون خیلی بچه های قدیمیه، میگن که ظاهرن پیچیده هست. این امیرو من میشناسم، پیجای آقای امانی میاد، یه خود اهل اذیت کردنه زیاد. ما البته احترام من بگذارم، ولی آخه کجای صحبت من پیچیده است؟ من میگم بیماری قند یه بیماری گرمه، خود یه قند که دیگه کسی که دیابت داره یعنی بدنش پر از گرمیه. پس چرا شباب چند بار باید بلند شه بره دستشویی که علامت سردیه؟ این خودش ابطال مکتب سردی و گرمیه. یه نمونهش، حالا بازم من دارم پیچیده ترش. و من میخواستم به جناب دکتر بیگدلی، الان یادم افتاد، ایشون هم عرض کنم مدافع مکتب سردی و گرمیه، فرستادم اونجا رو بیان و مقابل نظر شما بگیم، چون من کارشناس نیستم، چون من کارشناس در این زمینه نیستم بخوام نظر بدم. یه شنیدم دورا دور که عرض کنم که، ولی تصمیمی که شما میگیرید رو به هر حال من حمایت میکنم از ابراز نظرتون در لایو. آقا محسن، من فکر کردم منو دیگه نمیاریم بالا، یه مقدار نه درباره انگل میخواستید صحبت کنید. خوب یادم هست جناب دکتر. آخه گفتیم بعدش میارم، وقت بعدش نوازم، گفتم خب حتما کلن منتفی شده. بله، 30-40 سال پیش لوامیزول به عنوان یه داروی ضد انگل اومد تو بازار، ولی بعدن داروهای ضد انگل اختصاصی تر، یعنی که هر داروی برای یه انگل خاص باشه، تولید شد
و همینطور مؤثرتر. یعنی لوامیزول یه دارویی بود که رو عموم انگل ها تأثیر داشت ولی مثلا 80%. بعد داروهایی به وجود اومد که مثلا مترونیدازول رو انگل جیاردیا اثر داشت ولی 100%، یعنی اختصاصی تر و قوی تر. به این خاطر لوامیزول دیگه رفت کنار، اصلا بعضی کشورها دیگه تولیدش نکردن. مثلا تو فارماکوپه هم حالا نگم پیچیده، یعنی اطلاعات داروی انگلستان، اصلا لوامیزول وجود نداره. دوستانی که تو انگلستان هستن اگر بخواین رو تهیه کنن باید از کشورهای دیگه تهیه کنن. ولی یه اشاره‌ای به اثر تقویت سیستم ایمنی اشاره شده بود بهش، ولی عملا کاری نشده بود تا حدود 25 سال پیش که اولین دوره‌ای بود که آمریکا ما رو تحریم کرد. من اون موقع تأمین اجتماعی کار میکردم، تعداد زیادی مریض هپاتیتی داشتم و اینا مرتب اون دارو اینترفرون که باید میزدن نمیومد داخل ایران بشه، مرتب آنزیماشون داشت میرفت بالا و از ما تقاضای کمک میکردن. یکی از چیزهایی که با اجازه خودشون من روشون بهشون دادم، چون لوامیزول تقریبا عوارضی هم نداره، یعنی معدود داروهایی هست که بدون عوارضه، و اولین اثر لوامیزول رو ما رو هپاتیت گرفتیم که دیدیم آنزیما رو میاره پایین و حتی اون هپاتیت های که خیلی پیشرفته میشن و سرطان کبد ایجاد میکنن، حتی ما دو سه مورد سرطان کبد داشتیم که همون موقع با مصرف لوامیزول برطرف شدن. منتهاش اینقدر چیز عجیبی برامون بود که من خودم باور نمی کردم این باعث برطرف شدن اون سرطان شد. گفتم یا تشخیص اشتباه بوده یا یه عامل دیگه به هر حال اون سرطان رو چیز کرده. حالا که دیگه برام تقریبا یعنی دیگه مطمئنم که لوامیزول از 99% بروز سرطان رو پیشگیری میکنه، میبینم که نه، اونا واقعا سرطان بودن و خوب شدن. بله ببینید یه لحظه ببخشید، ایشون آقای امیرو میگه دکتر برای درمان یه مطلب انگلیسی نوشته که من نمیدونم چه بیماری یا چی میگه چه پیشنهاد. خب بیزه های هستن که در اثر ضربه دچار خون مردگی و اینا میشن. خب این حالا یه مفصل جداست دیگه، اون دیگه بالاخره باید کمپرس آب گرم و آب سرد و بالاخره احتمالا امیرو داشته کار مشغول کار بوده با چکش، بعد عرض کنم که دستش خط خورده. حالا بگذاریم، پس اینو باید یه مقدار کلن جنسشون اینجوری هست، البته از نگاه مثبت نه منفی. گفتم دوستا من فردا لوامیزول میخوام، وای به حال اگر آنفولانزا بگیرم. شما اگر از فردا روز یه لوامیزول به مدت 5 روز مصرف الان یعنی سرطان شایع آنفولانزا، ما معمولا میگیم که فعلا 2-3 روز و روزی یه دونه بخوریم، بعد که چیز شد دیگه اون هفته یه دونه میشه. ببینید من الان دیگر بزرگواران صاحب نظر هم طولای حضور دارن، من خیلی نقدن عرض کنم خدمت خانم دکتر بهار. بله ایشون که پینگ کردم، ایشون هم دکتر هست، میگن که لوامیزول داروی ضد انگل. من از اول داشت همینو توضیح میدادم آقای محسن، گفتم ضد انگل عمومی بود 30-40 سال پیش، بعد که ضد انگل های اختصاصی و مؤثرتر به وجود اومد اینو گذاشتن کنار. منتهاش چون اثراتی از تقویت سیستم ایمنی درش دیده بودن، ما به دنبال اولین تحریم آمریکا علیه ایران اومدیم از اون تحریک سیستم ایمنیش استفاده کردیم و اولین بیماری هم هپاتیت بی و سی بود که بهبود
دادیم، بعدش دیگه رسیدیم به سرماخوردگی و سرطان و ام اس و ایدز و سل و خلاصه در 12 تا بیماری لاعلاج و صعب العلاج. اینو بخونیم دارو آنفرانزا تامیفلو هست. نه این از این واکسن ها هستن که اولا اثرشون 60-70% دوباره خیلی از آلودگی ها رو قرب توسط همین واکسن های آنفرانزا وارد ایران میکنه. سوم اون چند سال پیش بود که هپاتیت سی اصلا توسط یه حالا اون چیز آنفرانزا نمیدونم بود یا یه واکسن دیگه بود وارد ایران شد و اثر 100% که لبامیزول داره اون نداره. بله ما داروی ضد ویروس هم داریم، چون آنفرانزا خب ویروسه، ما آسیکلوویر داریم ضد ویروس، آمانتادین داریم ضد ویروس، ولی اینا مثلا 30-40% اثر داره. واریکوسل سرطان چیه؟ من یادم نمیاد. اینا سر من میذارم منتها شما چون نمیدونیم واریسی شدن واریس که میدونی آدم وقتی زیاد اونایی که پاش وامیستن رگای پاشون دوچار احتقان میشن، خون تو وریداشون جمع وریداشون حجیم میشه به اصطلاح، به اون حالت میگن واریس. حالا این واریس وقتی تو وریدهای بیزه اتفاق بیفته بهش میگن واریکوسل. باز اونم ایشون هم اونطوری پرسیده. نه ایشون آقای شیرازی نامی بودن. بله آقای امیر رو ایداد سوال مستقیم من بوده اینجا بالا فکر کنم واگذار کرده به آقای مردم میخواییم یه موضوع دیگه مطرح کنم بعد مواقع دیگه اینو ادامه بدیم. البته از نظر چشم ببینید من فقط اگر نقطه آسید یعنی ضعف من حساب نشه، من از لازم این که علامت بشه، من فقط همینقدر بگم آقا سعید قیاسی یک دوتا مثال آماده کنن پیرامون آنچه اتفاق افتاد بیان بالا اون مثال ها رو بزنن. ضمن این که خانم دکتر بهار میگن که نامیفلو کپسول بزرگوار کپسول است بزرگوار، واکسن کجا بود؟ خب شاید یه دارو ممکنه کپسول داشته باشه، آمپولش هم داشته باشه، این تمچی چیزه. کپسول من گفتم مثلا این احتمالا یه کپسول آسیکلوویر هست یا آمانتادین هست یا از کپسول هایی هست که برای هپاتیت استفاده میشه و اینا اثرشون بیشتر از 50% نیست. همینو شما اثرات اینا شو تو کتاب هست مثلا بخونید. حالا من که منکر نیستم اینا رو، من اصلا معتقدم که این که من ببینین فتح که ایجاد میشه یعنی یه قسمتی از روده از پرده جمع پردهی که به اصطلاح حفره شکم و احاطه کرده میزنه بیرون از حالا مجاری که وجود داره، از جمله مثلا مجرایی که بیزه از داخل شکم در دوران جنینی اومده بیرون، این اون داخل شکم فشار زیاد هست، این فشار باعث میشه که گاهی باعث میشه تو افراد مستعد اون وریدهای بیزه هم دوچار تورم بشن، به اون میشن به اون میگن واریکوسل. بله ایستادن یعنی فشار روی عروق پا زیاده، واریکوسل هم فشاری که داخل شکم هست از طریق اون مجاری به عروق بیزه منتقل میشه و ایجاد واریکوسل میشه.
بله، این آقای حسن آقا دارن چالشی. آقای حسن آقا ما دور هم هستیم، شما اگه جدید تو جمع ما اومدی افراد رو نمیشناسی لطفا اختلاف افکنی نکن. دیدم به آقای نکته سنج سری چیزا نامربوط میگفتی، حالا خیشتنداری کردیم و سعی صدر رو صبر پیشه کردیم، لذا نمیخواد به کسی گیر بدی آقای حسن آقا. خب اینو بهتون بگم، افراد برای ما شناخته شدن، قدیمی ها اینها، میدونیم چه کم و کیفی دارند و اینا، به شعورشون و اینجور چیزا یه وقت توهین نکنید. ضمن اینکه الان همین کامنتی که شما گذاشتی، نمیدونم به خودشون اجازه میدن به شما توهین کنند و اینها، نمیخواد شما دنده بدی. ما آقای دکتر یگانگی بزرگوار، فضای لایو ما فضای مزاح هست، فضای دور هم بودن و همراه با صحبت به طور انعطاف پذیر منعطف کنیم، یعنی بحث رو میگیم میخندیم، معنای توهین نیست، معنای جسارت نیستش. توهین چرا؟ توهین که اصلا خب در هر صورت چیز خوبی نیست. حالا بگیم اجازه بدم با شما شوخی کنم باشه، ولی اجازه بدن توهین کنن. الان میگه که بله بله، خواستم خدمت شما بگم، میگه قبل از حضور شما تو این لایو بودم، اصلا ابتدای حضور من اونقدر قدیمی هستم تو این فضا که تقریبا یادش نمیاد. نمیخواد برام گندگی کنی اصلا آقا، زیادم باد حال نمی کنم. حالا هومن اونطوری گفت و اینا، من جوانب خاص خودم رو تو لایوم دارم، شما نمیخواد مثلا بخوای ناظم لایو من بشی و اینجور چیزا. کار خودتو کن، نظر علمی تخصصی داری چیزی اینا مطلبی، حتی نظر مخالف و اینا بده. ای به این اون گیر میدی، به من گیر میدی و اینا، یه دکمه میزنم نه شما منو ببینی بخوای آزار بکشی، نه اینکه ما بخوایم دوچار چالش بشیم و اینها توی لایو. من آقای مرزون جان، من دو سه تا مطلب دیگه جدا از این مسئله دکتر، من فردا میرم خواهی که همون بود که چیز، هر کسی از لوا میزول کوچکترین آرزه ای دید، اصلا من همینجا اعلام میکنم که همه خسارت و دیه و داشته باشم میدم، یعنی اینقدر مطمئنم از لوا میزول. ولی من دو سه تا نکته دیگه میگم و دیگه از خدمت مرخص میشم، انشالله شبای دیگه در خدمتون هستم. یکی این که آقای مرزون، من ازدواج اولم یه ازدواج بهایی بود، با یه خانم بهایی ازدواج کردم، اینجا یه مقدار اذیت شدیم طبق معمول که چرا شما با ایشون چجوری آشنا شدین و که شما معرفی کرد و چرا ازدواج کردین و اینا. بعد دیگه منتاج من چون برای تخصص میخواستم برم آمریکا، رفتم هند که از اونجا ویزا بگیریم، چون خب از ایران که نمیشد ویزا بگیریم. اونجا وضعیت برعکس شد، یعنی بهایی ها به ما پیله کردن که شما به عنوان مسلمان نمیتونین با جامعه بهاییت رابطه داشته باشین، یا باید جدا بشین یا باید بهایی بشین. من به خاطر اینکه خب همه افراد خانوادم اسپولایی و خیلی از من مذهبی تر، من البته کافر نیستم یا لایک به اصطلاح آتیست و اینا نیستم، من خب به صورت سنتی مسلمون هستم، شیعه، و از لحاظ فلسفی هم حساب کنیم آگنوستیک هستم، یعنی من معتقدم که انسان هنوز به اون درجات به یه شکل دیگه بیانش کنیم، انسان هنوز به اون حد شعور نرسیده که بتونه راجع به خدا قضاوت کنه، که بتونه خدا رو بشناسه، که بتونه هستی رو بشناسه. هستی، خدا و وجود خود انسان و کلن زندگی، این چهار تا چیز رو من معتقدم که انسان هنوز به اون درجه نرسیده، و اینا رو خب از لحاظ فلسفه میگن آگنوستیک، یعنی معتقدن که ما هنوز به یه شناخت کافی که بتونیم راجع به خدا و زندگی و هستی و دنیا قضاوت کنیم نرسیدیم، بنابراین بهتر زیاد کار به اون چیزا هم نداشته باشیم، زندگی خودمون رو بکنیم، ولی به عنوان یک انسان نیک ظلم نکنیم، تعدی به حقوق دیگران نکنیم و خلاصه انسانوار زندگی کنیم. و
حالا اگر انسان وار بودن رو یه چیز مثبت حساب کنیم. یکی اینو میخواستم بگم که پیرو به اون مسئله، من 20 سال از دخترم خبر نه، یه دختر دارم که باش ارتباط ندارم، خیلی برام سنگین تموم شده. بعضی وقتا تو پیجای تو لایوهای دوستان خارج از کشور میرم، یه اشاره میکنم که مثلا شاید این بهایی که هستن تو اون لایوا بگیرن مطلب و بالاخره یه جوری سعی کنن که ارتباطی بین من و دخترم برقرار کنن. ولی چیزی که متوجه شدم اینه که ما تو لایوای خارج از کشور که من، یعنی تو لایوای خارج از کشور میرم، به هر چیزی انتقاد کنم زیاد مهم نیست، یعنی هم یه انتقاد معمولی حساب میشه. ولی اگر به بهایی ها انتقاد کنم، یه انتقاد معمولی ها، نه توهین و فحش و اینا، فقط انتقاد، یه دفعه انبوهی از فحش و ناسزا و اینا نصیب ما میشه. یعنی من خب به خاطر همین مسئله خانوادگی با بهایی ها مشکل دارم، با بقیه گروه ها که مشکل ندارم، ولی چرا وقتی اون مشکلم رو با بهایی ها مطرح میکنم، بقیه گروه هام بالاتفاق میان بدون اینکه جزئیات رو بدونن منو مورد فحش و توهین و ناسزا قرار میدن؟ از این چه نتیجه ما میتونیم بگیریم؟ من از خود چون میپرسیدم، اونا میگفتن نمیدونیم، من میگفتم خب یکی از نتایج اینه که اپوزیشن خارج از کشور تحت نفوذ بهاییته. بهاییت هم که خب مرکزش اسرائیله، اسرائیل و خود بهاییت هم که باز انگلیس خود هر دوتاشون رو درست کرد. پس نتیجه این که اپوزیشن خارج از کشور ما کلن تحت نفوذ انگلیس، اسرائیل، صهیونیست و بهاییت است. البته من یه مقدار راجع به شاهزاده رضا پهلوی، کلمه شاهزادم شاید خوشایند نباشه اینجا دیگه، ما عادتا میگیم، شک دارم که ایشون هم واقعا این، یعنی از این مسئله اطلاع دارن یا نه، که اگه خب اطلاع داشته باشن دیگه تکلیف ایشون هم مثل بقیه میشه دیگه. میخواستم بگم که حالا اون دوستانی که مثل آقای نکته سنج که مأمور مستقیم من بودن امشب، اینم بدونن که من همچین نظری هم دارم که میتونم با همین کیسی که خودم دارم ثابت کنم که 99% 90%، چون 10% که نفوذی های ایران توشون یا بیشتر، اونایی که خودشون واقعا اپوزیشن هستن همشون تحت نفوذ بهاییت. فرمودید آقای نکته‌سنج مأمور مستقیمتونن؟ گیر دادم به من که دو تا دیگه، نه که چیز بعدی بگم، ولی یه چیزی که من حس کردم امشب نکته‌سنج مأمور مستقیم منه. نه شما تازه تو این فضا اومدین ظاهرا جناب دکتر، طول میکشت تا اول مرد زیاد جدی نگیریدش، هنوز دارید جدی میگیرید این فضا رو ظاهرا. نه خب معمول مستقیم شوخیه، حالا چیز نیست که مثلا بگیم، ولی امیدوارم واقعا اینجور نباشه. من با این حرفم اصلا برای خودم هم ایجاد خرم، همینطور که شما فرمودین ممکنه نباشین خدای نکرده و اینا ها، خب با این گانگستر بازی هایی که تو ایران را افتاده و اینا ها، منم با این حرف ها ممکنه برای خودم مشکلاتی ایجاد کنم، ولی خب دیگه حقه دیگه، چیز حق رو من باید بگم. اینو میخواستم بگم خدمتون. بعد مسئله دخترامو بگم و یه چیز دیگه هم یاد داد کرده جان،
یه هم درد دل با هم میکنیم. بله خدمتون بگم اون که فرمودم دو سه هفته بیاین آقای مرزون، به خاطر اینکه من این حرفی که زدم یا صادق هستم یا یه آدم کلاشی هستم. وقت من توی ده زندگی میکنم، 3,000 جمعیت داره. دهات خوبیش اینه که آدم همه مردم رو میشناسه، یعنی این 3,000 جمعیت رو این دو سه هفته، حالا غیر از این که شما میانید تو مطب ما و با مریضامون و پرونده هامون و اینا هاش نامشین، یه به اصطلاح سنجش افکار عمومی هم از این 3,000 نفر ساکن دهمات که دستگرد اسمش هست، تو بستان چهارمال بختیاری 30 کیلومتری شهر کوه میپرسین و اونا خب دیگه با جوابای منم همراهتون نمیام که مثلا بگن جلو من مثلا چیز داشته باشن. البته حالا اونم بازی چیزی که بعدن میگم، خودتون حتی از مثلا خانواده شهدا، از جانبازان، از نمیدونم افراد تحت پوشش کمیته امداد، اونایی که بیشتر ممکنه مثلا طرف منو نگیرن، چون یه خودم اینجا خواستن ما رو چیز کنم. خب من اینی که میخواستم بگم این بود که خب من معلولیت دارم، معلولیت جسمی حرکتی شدید دارم، با دو تا عصا حرکت میکنم و به همین خاطر خب مثل بقیه نمیتونستم تو مسجد برم از بچگی، باید بشینم بلندشم، بیشتر از این ثواب کنیم مایه خنده مثلا. خب تو نوجوانی و اینا دیگه خودتون میدونید اینو، مثلا خود حتی خانواده من اشاره کردم که یه خانواده سوپر مذهبی هستن. برادر من یه موقع معاون نیروی انتظامی استان بود، الان هم یکی از مراکز پلیس به اضافه 10 دستشه، یعنی خیلی از من چیز دارن. حالا چون اونا مقام مذهبیشون بالای ما که به اندازه اونا نیستیم، از نظر اونا بعضی وقتا کافر حساب میشیم. مثلا اینه گفتم که حتی از اون خانواده هایی هم مثل خانواده شهدا، جانباز ها اینا سوال کنین، براتون توضیح میدن که مثلا آیا من این طرف قضیه هستم یا اون طرف قضیه، و خیلی چیزا میاد دستتون. حتی اون دوستمون گفتن دو سه روز، تو همون دو سه روز هم شاید به 90% اون نتایجی که باید برسین میرسین. ولی خب من اون دو سه هفته از لحاظ این که مثلا اثر دارو رو بیماری و اینا، مثلا کسی که سرما خورده ما با لوامیزول و بدون لوامیزول درمانش کنیم، اون قشنگ تو دو سه هفته مشخص میشه که اونایی که مصرف نکردن تو چه حالی هستن و اونایی که مصرف کردن تو چه حالی هستن. اون دو سه هفته بیشتر از اون لحاظ گفتم. و خب بررسی اون مریضای سرطانی هم که سرطان داشتن توسط همین داروهای ما الان دارن زندگی عادیشون رو میکنن، اونا شاید خب تو ده ما الان 12 نفر باشن، چون سرطان که خب خیلی شایع نیست، ولی خب به هر حال افرادی بودن که جواب شدن توسط بیمارستان و توسط همین لوامیزول به اضافه یکی دو تا داروی کمکی دیگه که اونا رو ما چون تا حالا اسمشون رو نگفتیم حالا هم نمیگیم، ولی اگر جایی قرار باشه روشون به صورت علمی کار بشه، ما از سیر تا پیاز همه داروام رو میگیم. یعنی فقط لوامیزول تو این سیستم نیست، حدود 12 تا دارو هستن که ما تو سیستم طبی لوامیزول استفاده میکنیم، ولی چون لوامیزول اصلش بود و شروعش با لوامیزول بوده، اسمش رو گذاشتیم سیستم طبی لوامیزول.
یه دلیلش هم اینه که بعدن کسی دیگه نیاد بگه این کارای لبامیزال مثلا مال ما بوده و اینا، ما اصلا اسمش اون باشه که دیگه ممکن کاری ایان بعد یه موقع گلایی تا الان که دیگه اینترنت هست که دیگه اصلا این مسائل به قول شما مشخصه که شما امروز اعلام کردین نوع انقلابی هستین، این دیگه تا 10 سال دیگه معلومه که شما تو این تاریخ رسمی. من مزاحمتون نمیشم آقای محزون، خیلی خوشحال شدم باتون آشنا شدم، اگر دیگه نذاشتم خوشحالم با شما، خوشبختم، بزرگوارید. یه مطلبی که فقط خواستم عرض بکنم که بحث مفصل میطلبه و از اونجایی که بنده فعالیتم بر مبنای اعتقادات هست، من الان فعالیت خارج از موضوع اصلیم دارم انجام میدم که الان موضوع اصلی شده فعالیت سیاسی. من بنده فعالیت شما اعتقادی هستم. یه موقع انشالله مفصل صحبت میکنیم پیرامون مسائل اعتقادی و اینکه ببینیم آیا با عقلی که در اختیار ما هست میتونیم در مورد مسائل جهان بینی صرفا با عقل به نتیجه برسیم. اصلا من به عالم این بود که اعتقاد به این دارید که نمیشه، بنده اعتقاد به این دارم که میشه، باید در موردش یه موقع مفصل صحبت کنیم. من در خدمتتون هستم. لایوهای دو نفره چه از طریق تلفن چه شما افتخار بدید تشریف بیارید منطقه ما، برای من یه مقدار مشکله که به خاطر اون مسئله معلولیتم وضعیت مادیمونم که دیگه زیر صفر ماشین و اینا هم که ندارن که بگیم مثلا با ماشین، ولی خب شما تشریف بیارید ما در خدمتون. سلامت باشید، خواهش میکنم آقای دکتر بزرگوارید، متشکرم از شما، خداحافظ شما، خداحافظ شما دوستان، خداحافظ باشید، خداحافظ شما. خب عرض کنم که دوستان بزرگوار، فرهاد، من فرهاد دیدم اینجا. خب کسی اگه میخواد بیاد بالا در خدمت باشیم، آقای سعید قیاسی نمیدونم یا هر کی که درخواست میده، اگه نه که بفرمایید لایو بعدی رو بذاریم یا نه. انتقادی هم رهبری نکردین، مثلا شما انتقاد ندارین نکردین چی بگم. باشه ایدنت میکنم قبلا، بعد نیایی بگی که چرا ایدن کردی یا تابلو. خب بله آقای نکته سنج بسیار عالی. اراسی آقای نکته سنج بالا میخواستی بیایی، بذار بیارم بالا، من درخواست دیدم بودش. سلام آقای منصوری عزیز. سلامت باشیم قربون شما. من فقط یه نکته رو بگم قبلش، این آقای دکتر که اومده بودن بالا، اولش من فکر کردم واقعا دکتر نیستن و خدایی، ولی بعد که یکم صحبت کردن از همینجا الان ازشون معذرت میخوام به خاطر اینکه ممکن حال سوء تفاهم شده باشه یا حرف نامربوطی زده باشم، ازشون معذرت میخوام. به هر حال لایف بعضی وقت آدم شوخی میکنه، یه حرفی زده میشه که بعد باعث سوء تفاهم های بعدی میشه. نکته بعدی در مورد مقام رهبری بود. من خودم به مقام رهبری انتقاد دارم نسبت به همین قصه بنزین. آره و فکر میکنم که این قصه رو حالا اون دوستانی که میان دفاع میکنن و میگن که مثلا مقام رهبری کار درستی کردن، به نظر من تحت هیچ شرایطی نمیشه این رو توجیهش کرد، چون به هر حال ایشون اومدن اینو تایید کردن دیگه. یعنی اگر
حتی انتقادی هم بود، بعد ایشون این انتقاد رو مطرح میکردن ولی هیچ انتقادی تو این زمینه نکردن، حتی در مورد اینکه نحوه اجرا چه جوری باشه چه شکلی باشه. وقتی که قیمت ها یه دفعه یه شکلی میره بالا و این همه اعتراض وجود داره توی اقشار مختلف مردم، به نظر من مقام رهبری بهترین بودش که حداقل انتقاد رو میکرد که این پیامدها رو داره و من به این دلیل مثلا تایید میکنم، حداقل این رو میگفت. ولی این حتی این رو هم نگفتن ایشون و گفتن که من تو این زمینه نظر کارشناسانه ای ندارم. و خب حالا بعضی اینو تعبیر کردن به اینکه ایشون چون میخواستن مخالفت خودشون رو ابراز بکنن این نظر رو دادن، که من فکر میکنم عذر بدتر از گناه هستش. من فکر میکنم دوستان که به هر حال تو این زمینه طرفدار نگاه مقام رهبری هستن باید یه توجیه منطقی و قابل استنادی بیان که بقیه بپذیرن، چون یک بحران بسیار بزرگی صرف یک هفته توی ایران اتفاق افتاد، یک سری آدم حتی کشته شدن سر این قصه. و نمیدونم حالا مثلا بحث دوستان در این رابطه چه جوریه، چون من هرچی تو این چند روز گوش کردم هیچ حرف قابل استنادی که آدم توجیه بشه و بتونه بپذیره. بله بله، شما رو هم دیدم ولی بازم توجیه نشدم. راست چی بگم؟ خب اگر دیدی که ببین، ما دو مطلب داریم، یکی این که چرا حمایت کردن، یکی این که آیا خودشون موافق بودن یا مخالف. یه موقع هستش یه فردی شخصه، من شخص محزونه، یه موقع هست من تصدی یک جایگاهی رو به عهده میگیرم، میشه شخصیت بنده. نظر شخصی من امکان داره در مورد یک موضوع یک چیزی باشه مثبت مثلا، اما نظر جایگاهی من طبق وظایفی که برام تعریف شده و خودم تشخیص دادم و قانون و فلان و اینها، نظر جایگاهیم به یک نتیجه منفی برسه. فرضها کلن فرض، اون جایگاه منم دارم تو اون جایگاه میرم ابراز میکنم وجودم رو، اعمال میکنم وظیفم رو، این هم شخص خود من هست، اونجا شخصیت من هست. منفی بود نتیجهش نظرم، نظر وظیفه و کلن مجموع خروجی اونجا، این ورم مثبت بود. منفی و مثبت با هم دیگه در تزاحم قرار بگیرن، شرایطی به وجود بیاد که این منفی و مثبت با هم در تزاحم قرار بگیرن، متعارض به هم دیگه بشن، یا باید اینو انتخاب کنم یا باید اون رو انتخاب بکنم، در این صورت بنده باید اهم و مهم رو بسنجم دیگه، در این حال که خودم قبول نداشته باشم اون منفیه رو و اون جایگاه منفی من متعارض با این نظر شخصی من باشه. اینجا باید اهم و مهم بکنم. تو اهم و مهم کردن خیلی ها دوچار اشتباه میشن که طرف باید اون موقع صدامو داری آی نکته سنج، باید انتخابش خیلی سخت تر میشه تا جایی که یک گزینه داره راحت پیش میره و اینها. اون موقع هستش که طرف موقعی که میخواد اهم رو بگیره طبیعتاً یه سری از مصلحت ها و یک سری ضرر ها از طریق اینکه مهم رو رها کرده بهش میرسه، ولی اهم رو گرفته، یعنی یک سری موارد، مصالح، یک سری اهمیت ها، ضرورت هایی وجود داشته، عنوان اهم بهش اطلاق شده. یعنی اینا همه اتوماتیک وارد تو تصمیمات ایجاد میشه، ما داریم موشکافی میکنیم. یعنی اونجا اگر اینجا به واسطش فشار اومد به مردم، نمیدونم اینقدر کشته داد، اونجا اگر اهم رو نمیگرفت شاید مثلا دو برابر کشته میداد، شاید مثلا چندین ماه درگیر میشد کشور و اینها. خب ما حرفمون اینه، میگیم این فردی که رهبر شده اصل اعتماد رو بهش داریم، یعنی اعتماد اساسی رو داریم نسبت به وظیفه شناسی و فلان و اینها. الان یه شبهه برامون پیش اومده، اون اصل به کمک دفع این شبهه میاد که بگی آقا تو الان اینجا نمیدونی دقیقاً چی تو ذهنش میگذشتی که این کار رو انجام داده. شما الان داری میگی چرا انتقاد نکرد، بگی من هم انتقاد میکنم هم حمایت میکنم. خب ما میگیم ولی اون اعتماده رو، یقینه رو، اینا رو داریم، هرچی هم در موردش طور مثل خودش ندونیم
ولی این یقین رو داریم که تعمد نداره، خائن نیست، وظیفه شناس بوده، همیشه موارد رو آینده نگری میگفته، جامع نظر میداده همواره فلان و اینها. این یه مطلب بود، این اولین جواب بود. مطلب بعدی این که ما دلیل هم داریم میاریم، موقعی که خود ایشون میگه من کارشناس نیستم، ایشون رئیس جمهور بوده، وقتی میگه کارشناس نیستم حرف داره تو این سخنش. رئیس جمهور به هر حال یه کارشناسی داره دیگه، ولی اصرار بر این داره بگه من کارشناس نیستم، یعنی اون کارشناسی حد اکثری رو ندارم و به دلیل اثباتی که موافق این قضیه باشم نرسیدم، من به اون دلیل من نرسیدم، که اگه میرسید ابراز میکرد، اگه میرسید الان این نکات مثبتی که اتفاق افتاده که میگید بیشتر هم بوده میزانت و من نگفت مثبت اتفاق افتاد، من دارم نه من تو همون کلیپ هم گفت دو طرف ضرر داشت، این ضرر کمتر داشت، اونی هم که عرض کنم انتخاب نشد هم ضرر بیشتر، یعنی هر دو طرفش ضرر بود، چه انتخاب اهم چه مهم، ولی شما باید بدونی کدوم مسئله. یعنی اوقلاییش نمیفت به جامعه یه جوره به نظر من خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی حتی میمونه اصولگراها هم به نظر من این شکافه ایجاد شده که بعضی واقعا به این نتیجه رسیدن که مقام رهبری تو این زمینه اشتباه تصمیم گرفتن، یعنی یک این تصمیم باعث نشده که مردم به این نتیجه برسن که این تصمیم درستری بوده اگر انجام می شده. به نظر من نتونستن و دقلون کسن که این کار درست بوده، چون ببین ما در این تصمیم هر دو طرف تصمیمش که ایجاد می شده در پی سود رسوندن نبوده، در پی کمتر کردن ضرر بوده. خب یعنی هر دو تا تصمیم چه حمایت می کردن چه نمی کردن صدمه می رسید. چرا؟ چون اون دولت با اون سازکار و اینا این کار رو انجام داده بود به هر حال، یعنی از اون طریقت رهبری از این موضوع جزئی حمایت میکردن، که از روشش حمایت نکردن قطعا، که اگه فرایند قانونی حمایت کردن یعنی چی؟ یعنی سران قوا پشتوانه رأی مردم رو دارن، اومدن چه این تصمیم بگیرن، اصلا ولو به فرض تصمیم گرفتن یه ظلمکی بکنن به مردم. ببین فرض دارم میگم، ما گفتیم تو مقام حق طلبی هستیم که کافر با پوزیسیون ها و فلان و اینها و جمهوری اسلامی، اصلا تصمیم گرفتن یه ظلمکی بکنن، ظلمی بکنن حالا خب، اما پشتوانه قانونی داره، پشتوانه قانونی داره. اینجا یه فرایند قانونی بوده به هر حال دیگه، سه تا قوه تست، حالا اون آقای قوه قضاییه هرچی گفتن و اینا بماند، با این فرض که اون هم موافق بود و سه تاشون نظر مثبت داشتن و اینها، از این فرایند رهبر اومده حمایت کرده به هر حال، اینا پشتوانه‌شون رئیس مجلس رأی مردم کاملا، رئیس جمهور هم که خب رأی مردم هست، رهبر خودش گفته من زمانی دخالت کنم که انحراف در جریان کلیات نظام و کشور بخواد ایجاد بشه. شنیدی اینو گفته که خب تو خیلی موارد مخالف نظرش، مثلا الان تو همین برجام من مثل روز برام روشنه، الان شبه، مثل شب برام تاریکه، از حیث تاریک بودن واضحه برام، یعنی مثال زدم که رهبری مخالف بود، میدونست صدمه میرسه به مردم، اون تا اون موقع دیگه جو احساسی نشود که چرا اینا اینطوری کردن فلان کردن، 6 سال مملکت رو لطمه داد به خاطر این برجامی که رهبر مخالف بود، مانع هم نشود، حمایت هم کرد. ببین هر سر این هستش، من موافق نظر شمام، چون حداقل اخبارو که توی زمینه برجام آدم رصد میکنه به همون نتیجه میرسه، چون مقام رهبری قبل از اون نظر سریع خودش رو اعلام کرد، منتها الان توی این شرایط خیلی خاص که بنزین یه دفعه میره به صورت سرسام‌آور عجیب و غریبی که فقط قشر ضعیف در حقیقت آسیب میپذیرن، و مقام رهبری هم همیشه تو سخنرانیاش شعارشون حمایت از قشر مستضعف هستش، این پارادوکس رو من نمیتونم هضمش بکنم، یعنی هرچی هم که حالا شما بگید من نمیتونم باش کنار بیام، چون فکر میکنم ممکنه
اشتباه کرده باشه، یعنی این رو باید بپذیریم. احتمال وجود داره که مقام رهبری هم تو این زمینه ممکن اشتباه کنه، ولی نباید سعی بکنیم این اشتباه رو اون که به کنار اون که به کنار. ببین آقای نکته سنج، ما رهبر رو در مواقع بحرانی بیشتر میخواییم، برای موارد عادی که نمیدونم عملا و در مقام فعلیت و عمل که چندان به کار نمیاد. تو بحران هستش که یک رهبری درست بروز و ظهور میکنه. ما که نشستیم بگیم وایسیم بحران شد، خب وایسیم الان بگیم این درست عمل کرد یا نکرد. تو بحران انسان باید تبعیت بکنه از یک مدیر، متوجهی؟ اصلا کاری به مسئله اعتقادی رهبر ندارم، من دارم مبنا رو میگم. خب تو بحران انسان زمانیه که چه اشتباه چه درست، کسی که براش ثابت شده جایگاه مدیریتیش، اگر تو بحران یه چیزی نظر داد انسان عمل بکنه. چون طرف تو بحران که نمیخواد مورد آزمون قرار بگیره که ما بشینیم مثلا اصلا اهمیت ندیم به این که انجام بدیم چیزی که داره میگه رو، و فقط بخوایم بگیم این الان اشتباه کرده درست کرده. اینا الان کامنت آقای عرشمیدن گفتم بخونید براشون که نوشتن، یعنی شما میفرمایید رهبری بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردن، یعنی رهبری در موزه زن، یعنی در موزه بد رو انتخاب کردن. من نظرم موضع ضعف منظورشون چی باشه؟ وادار کردن رهبری رو به مصلحت اندیشی که بخواد اینطور تصمیم بگیره. و این رهبر اگر وادار نمیشد، اگر کار به اینجا نمیرسید، ببین اگر آرمانی قضایا پیش میرفت، ایدئال پیش میرفت، یعنی اونچه که رهبر گفته، اونچه قانون گفته، مجلس گفته، عمل میشد، برجام عمل میشد، فلان میشد، چنین ضرورت هایی پیش نمیومد که رهبر بخواد وادار بشه به اینکه بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنه. اون موقع میرفت سراغ خوب و خوبتر، گفت خب حالا مردم، من تولید ملی رو گفتم، اقتصاد مقاومتی رو گفتم، اصل 44 رو گفتم، همه رو با هم عمل کردیم بهش، رسیدیم به مرحله، حالا یه پله بعدی رو میگم، مثلا گفتمان بعدی رو ایجاد میکرد که ما الان چی رو مثلا باید عمل بکنیم. تو همیناش گیر کردن، هی باید رهبر بیاد گنداشون رو جمع بکنه، نه جمع نکنه هم به خاطر ایدئال عمل نکردنشون میان میلزن باز گردن رهبر. آقا یک رهبر اگر بخواد ایدئال عمل بکنه، باید ابزارهای ایدئال در اختیارش باشه. اگر ابزارهای ایدئال در اختیارش نباشه، مجبور میشه به اینکه غیر ایدئال و آرمانی عمل کنه. یعنی در اون صورت پای وسعش وسط میاد. وقتی ایدئال قضایی بره جلو، باید توقع ایدئال ازش داشته باشی. وقتی مجلس ایدئال عمل نمی کنه، دولت ایدئال عمل نمی کنه، شما دیگه قضاوت در مورد رهبر نباید ایدئالی باشه، باید نسبت به وسعش باشه، بگی تواناییش چقدر بود، چون ابزارهایی که داشت، بازوهایی که داشت به خوبی عمل نکردن به هر دلیل. اصلا نمیخوام بریم سراغ چیزایی که فضا احساسی بشه و فلان و اینها. وقتی ایدئال شکل نگرفت، نباید توقع ایدئالی داشته باشی. باید دولت اون همه مشکلات عمل کرده، خب نتیجه بد هم رسیده، حالا بیایم بگیم این سازوکار غیر ایدئال که به اینجا رسیده، رهبر باید بیاد کامل ایدئال عمل کنه. خیر، رهبر نمیتواند نمیتونه یهو در لحظه بیاد بگه که خب من الان یه دونه ذکری میخونم، یه دستوری میدم، یه حکم حکومتی میدم. یه حکم حکومتی کلن چی هست از حیث اجرایی شدن؟ مثلا بیاد رهبر حکم میکنه توی یه چیزی بده که مثلا مریضه، در زمینه همین مقابله با فساد 20 سال پیش گفته بود تجمل گرایی نکنید، مسئولان فساد نداشته باشید و فلان، رگ و ریشه در اون دووندن توی این کشور سلسله فساد رو، سلسله رانت و تبعیض و فلان و اینها. بعد اون وقت توقع داشته باشی اینا مثلا رهبر اجازه بده، توقع داشته باشی یه مسئله ضرورتی که پیش اومد در مواقع بحرانی، رهبر بخواد چنین مصلحتی رو لحاظ نکنه، باید لحاظ بکنه، خاطر اینکه مفسده بدتری از اون بیرون میاد. بله، حالا من کلمه رو کوتاه میکنم میرم پایین که اگر خواستین لایف بگیرید، چه میدونم دوستان دیگر رو بیارین که حرفم به درازا کشته نشه. من هم فکر میکنم که حداقل مقام رهبری میتونستن توصیه کنارش بکنن که این کارو بکنید بهتر، حتی این توصیه هم نکردن. یعنی به نظر من
اون توصیه مردم واقعا شما با هر کسی که حرف بزنید الان موضع داره نسبت به مقام رهبری. حتی خود بعضی از بچهای مثلا ارزشگرا و اصولگرا و حزب اللهی هم که من دیدم توی لایو ها موضع گرفتن نسبت به مقام رهبری و به نظر من سراغ و دون بگردید. مزایا اصلا وجود نداره. مزایا کشته نشدنه، مزایا ضرر کمتره، مزایا اسمش میذاره. ببین آرشیا داره میگه، من میگم اون موقع اگر لایه سومی که مردم بودن، مذهبی ها بودن، فدایان رهبری بودن، به اون جمعیت معترض میپیوستند، شاید احد و ناسی گروهی فلانی نمیتونست دیگه جمعش بکنه. احسان بیازار تهرانی اوج ادعای انقلابی بودنش میشه، اومد کلیپ گذاشت گفت من اقدام میدانی میکنم. این چنین افرادی صحبت نظر رهبر رو دیدن که بیخیال شدن، جدا شدن و اینها. خاتمی و عباس عبدی اومدن بودن رهبر این قائله رو جمع کرد. وقتی که کار به بحران میکشه، فضا امنیتی میشه، رهبر میره رو نقاطی که عرض کنم حساس ترین ها هست زوم میکنه، نسبت به اونها تصمیم بگیره، مسئله اقتصادی تو اولویت های بعدی قرار میگیره. اینه که میگیم وسعش رو میکاهند، دست و بالش رو میبندند. اینه که حالا خیلی توضیحش مفصل هست، گرفتم وقتتون بزرگوار. یادتون جان سلامت بشه قربانت. یا علی خدا قربانت. خوب مخلص جواب تو دادم داداش، گفتی که 40 سالگی بلوغ انقلاب چه اتفاق افتاده که رهبری از بین بدوت انتخاب همین مریض بوده، انقلاب مریض بوده، نو انقلابی باید بشین تا بهتر بشه قضایی ها. صرف گفتن توصیه واسه کسی که مسئولیه، یکی مملکت مسئولیه شد. بسترش امزان مقدس سازی بود؟ نه اصلا بود سازی به هیچ وجه ما نمی کنیم، همه می دونن. گفتم برید اون یکی دوتا کلیپ آخر من رو ببینید. نه دیگه، من دیگه سطح بحثم کلاسش به این حرفا نمی خوره، بحث سطحی و فلان. نمیگم مثلا برچسبایی که میگید و این داستانا، من دارم میشکافم، دارم با مبانی فکری عقلی از توش نتیجه سیاسی میگیرم. کسی نظر داره بیاد بگه آقا به این دلیل اشتباه میکنه، ولی این که طرف وایسه بگه فلان چیز میکنی یا مثلا برچسب بزنه و اینها رو طبیعی هست که پاسخی نخوام بدم، یه جوری باشه لذت ببریم از بحثمون. چون از اون منظر جمهوری اسلامی از کجا مسیر اشتباه رفتیم که امروز به فضا و تنش‌های امنیتی میرسیم. یه خیلی واکاوی زیاده دیگه آقای عرشیه بزرگوار. کار به جایی رسیده که رهبر نظام اومده داره میگه ما جمهوری اسلامی نیستیم، ما جمهوری اسلامی کامل نیستیم. یه اذعان اعتراف خود رهبر دیگه. اون ابتدا امام خمینی میگفتش که حفظ نظام از اوجب واجبات، از حفظ جان امام زمان بالاتره. الان کار به جایی رسیده که رهبر میاد دیگه ما جمهوری اسلامی نیستیم. دیگه خودت ببین که چقدر مریضی، افراد بیمسئولیت، بیکفایت عارض کردن به این نظام چقدر. آره حالا دوستان ما رفع زحمت بکنیم، 59 دقیقه شد. کسی اگر بالا میخواد بیاد در خدمت باشیم، اگر نه که سیو بکنیم و ببینیم خدا چی میخواد تا شبهای بعد در خدمت باشیم. امشب موضوع بحثمون این از انتقاد از رهبری و اینها بود. بله بله من جواب سوال من نمیدونم، متوجه نشدم کدوم سوال. مردم با حکومت پدرکشی نداره، مردم مخالفه به خاطر اینکه سیستم حکومت 40 سال ناکارآمد بوده. کدوم سوال شما رو بزرگوار؟ بله
فهمی اونجا چطور اونجا چند وقت رسیدم خبر میکنم. عیدم سوال تو حسن آقا. با صرف توصیه و گفتن مسئول اولی که مملکت رفع نمیشه مسئولیت میشه ازش. من کسی تو گفت رفع مسئولیت ازش شده؟ من کسی گفت صرف گفتن بوده؟ من کسی گفت چقدر فراتر از صرف گفتن وظیفشه؟ چقدر فراتر از صرف گفتن وسطشه؟ یه چیزی رو هوا میپرسید، 10 تا سوالت و سوالت در رو بردم. آیه حسن آقا شما داری میگی که آقای معظم آیه صرف گفتن و توصیه، یعنی شما داری میگی فقط داره میگه و توصیه میکنه مسئول اول مملکت رفع مسئولیت میشه ازش، خواسته رفع مسئولیت مگه کنه؟ بعدش مگه صرفا فقط گفته؟ بعدش شما مگه فقط میدونی وسعش به اندازه وسعش انجام وظیفه نکرده؟ از کجا میگی فقط گفتن بوده این داستان ها؟ بعدش هم به غیر از این باید بحث میشه آیا بالاتر از فقط گفتنه وظیفه دیگه ای هم داره یا نه؟ نه باید بعد یه سوال پرسیدی بعدم میگی جواب بده فلان اینو، بیا بالا یه موقع با هم مفصل صحبت کنیم. اگه همون حسنی باشی که ببخشید من جرأت جسارت ندارم چون اخیراً پریشب که اومدی زیاد نشناختم، ولی یکی بود هم شاکله با شما میومد بالا یه لحجه افغانستانی مانند داشتن، اگر همون باشید که من اون قبلا دیده بودم اتون، نمیدونم همون یا نه، ولی اون به ذهنم رسید. حتی گوسفندی های رومانوف هم فلان حاجه یه لایف دیگه بیا محسن یه لایف دیگه بذارم داداش 3 ساعت